بین نفت حالا یه برخورد و اعلام خطا میشه، داور دست به جیب هم میشه در همین ابتدای کار و سوت داور این کار رو انجام میده، کوتاه یه پشت پا و توپی که به بیرون میره. محمد اهل شاخه بود که اونجا تو با برخورد به پای او به بیرون رفت. شریعت زاده رو شما در تصویر دیدید، حالا اجازه ای کار رو میده داور مسابقه. با پای چپ مستقیم سمت دروازه و گل، گل برای گلگهر روی ضربه کاشته ای که زنده رو فرستاد. به نظر اومد اونجا علیزاده دروازه این دروازه‌بان حامد فلاح زاده رو باز کرد، حلقه شادی بازیکنان گلگهر. ببینیم به این شکل توپو فرستاد. بله، ضربه سر تماشایی علیزاده بود که کار رو تموم کرد و حالا یکیچ گلگهر جلو میفته از نفت آبادان که سابقه قهرمانی با استقلال خوزستان رو داره. خودش مستقیم ضربه رو میزنه زمینی، فرصت برای نفت، به تیر دروازه برخورد میکنه و چه فرصتی از دست رفت. چیزی نمونده بود که حنفی دروازه گلگهر رو باز کنه. این بیت سعید بود، کوتاه فرستاد، یه پاس پشت پا و به این شکل برای یاران گلگهر. از چپ صادقی ارسال با پای راست، فرصت اونجا برای شاکری و چه موقعیتی رو از دست داد یونس شاکری. هر لحظه بوی گل میده این بازیکن. طیبی خودش تو برخورد میکنه به سر بازیکنان گلگهر و این خطر دفع میشه. خیال هواداراش از بابت حضور در رده های بالای جدول راحت میشه. داور یه لحظه حالا اونجا بازی رو نگه داشته. کورنر رو کوتاه کار میکنن. زکی پور برای خود صادقی، با پای راست، فرصت برای گلگهر. برگشت توپ از مدافعین، توپ یه بار دیگه میرسه به زکی پور، این بار با پای چپ. همچنان فرصت برای گلگهر بود که اعلام خطا میشه در محوطه جریمه تیم نفت. خطای بازیکنان گلگهر. شاید یه پرتاب بلند رو داشته باشه زنده رو، اما کوتاه با صادقی. حالا خودش توپ میگیره. زکی پور یه ارسال، یه سر میخواد اونجا و شاکری ضربه سرش از بالای دروازه نفت به بیرون میره. معترض هستن بازیکنان گلگهر به اینکه توپ کورنر شده. حالا بازیکنان نفت با بیت سعید از راست میتونه ارسال کنه، این کار انجام میده. یه ضربه سر در محوطه جریمه، توپ پیش پای طالب ریکانی میفته. خودش کماکان صاحب توپ هست، یه دور میزنه، میاره روی پای چپش، ضربش رو هم میزنه و توپ از کنار دروازه یه گلگهر به بیرون میره. گفتم باید حواسشون به این طالب ریکانی باشه. بازیکنان گلگهر توپش رو میگیرن. حالا ریکانی روی پای چپش، ضربش رو هم میزنه در دو ضرب. علیرضا حقیقی توپو میگیره، به زحمت انداخت طالب ریکانی. این بازیکن که در تصویر میبینید با اطمینان خاطر توپو میرسونه به زکی پور، اما پاس زکی پور به بیرون رفت. سری بازی رو آغاز میکنن بازیکنان نفت آبادان. یه ارسال، باز هم اونجا توپ بلوکه میشه با برخورد به پای زکی پور. ریکانی به دنبال یه فرصته که یه بار دیگه اون شوتای پای چپ خودش استفاده کنه. حالا قابل چبی و یه واکنش عالی از علیرضا حقیقی. قابل شاوی بود و این هم منشا. حالا تبریزی وارد محوطه جریمه میشه، فرصت برای صادقی و توپ سعید صادقی هم از کنار دروازه بیرون رفت. عقبتر زنده رو ارسال منشا، حالا توپش میرسه به صادقی، دروازه خالیه، اونجا اجازه کار نمیده طیبی. کار دنبال میشه، باز هم حرکت میکنه خود تبریزی. حالا در محوطه جریمه میتونه بزنه، میزنه در مقابل دروازه و واکنش خوبی رو نشون میده دروازه‌بان تیم نفت آبادان و تمام. سوت پایان بازی این لحظه به صدا در میاد و گلگهر سیرجان موفق میشه که تیم خوب نفت آبادان رو شکست بده در ورزشگاه اختصاصی خودش.